پرسپولیس تو بازی برنده شد که امید به گل هر دو تیم پایین بود، ولی پرسپولیس یکم بهتر بودن. 43 صدم پرسپولیس، 17 صدم آلومینیوم و 53% مالکیت داشتن پرسپولیسیا. سرلک بعد از 222 دقیقه تو این لیگ گل اول پرسپولیس رو زد. این دیرترین زمان تیم پرسپولیس برای رسیدن به گل اول لیگ بود و تنها شوت در چارچوب پرسپولیس بود. گل سرلک همین یه دونه شوت در چارچوب پرسپولیس، همون یه دونه هم گل شد. خوبی بود نیمه اول برای پرسپولیس، همون نیمه بله. بازی جذابی نشد. و نکته عجیب اینجاست مجید، پرسپولیس از لحاظ شرایط هجومی نسبت به لیگ قبل به شدت افت کرده. لیگ قبل تو سه تا بازی اول میانگین امید به گلش 1.14 بوده، تو سه تا بازی اخیر 56% امید به گل داشته پرسپولیس، یعنی نصف کمتر. و این نشون میده تو تاکتیک هجومیشون انگار پرسپولیس یه افت عجیبی کرده. گل محمدی که صحبت کردن بعد از بازی گفتن که خیلی دوست داشتن که سه امتیاز رو بگیرن، یعنی این براش خیلی حساس بود. بله. بازیکن هم همین رو گفتن، یعنی بیشتر دنبال اون. اما نقطه قوت بزرگ پرسپولیس یادمون نره، تنها تیمی که سومین کلین شیتش هم ثبت شد و بیرانوند فعلا هیچ گلی نخورده. تا اینجا هفته قبل پرسپولیس هفته هشتم، لیگ قبلی هفته هشتم سومین کلین شیتش ثبت شده بود و الان تو هفته سوم سومین کلین شیت. ساختار دفاعی ساختار دفاعی خیلی خوبی تا اینجا پرسپولیس نشون داده. و رحمتی هم اعتراض کرد، مهدی رحمتی هم به این نبودن تماشاگرها بعد بازی اعتراض کرد که آقا تو رو خدا این جریمه رو حذفش کنید، بذارید آخرین جریمه باشه، هیچ جای دنیا نداریم اینو، فقط تو ایران تا یه اتفاقی میفته تماشاگرها محروم میشن. یعنی این رو دیگه حضور تماشاگر خیلی بازی رو جذاب خیلی قشنگ میکنه. یعنی فکر کنم این هفته که پرسپولیس تو تهران بازی داره میبینیم که چقدر جذابه. و پرسپولیس بالاخره به طلسم عراق هم شکست. دو فصل بود پشت هم تو عراق میباخت و این فصل برد. و آماده نبودن لوکادیا هم خیلی تو ذوق بله. کاملا مشخص بود، سنگینه دیگه، خیلی اصلا بدنش آماده نبود. یه دعوای بین آقای سید مهدی رحمتی و آقای پیروانی اتفاق افتاد. کنایه زد مهدی رحمتی گفت الان قهر میکنن یا. بعد آقای پیروانی بعد بازی جبران کرد، گفت که جوونی کرد سید مهدی رحمتی. بعد ببینید فیلم هندی هم میشه خیلی باحاله، بعدش اومدن آخرش هم ماچ کردن، دست دادن به هم، اینش خیلی بامزه.